و اون این که اساساً در این رهگذر تاریخ این گرد و خاکی که آمد از این حملاتی که به عقاید ما شد و از این جهانگشایی ها و گسترش خرافات و اینها چشم بینش ما رو تیره و تار کردن، مقاصد اصلی گم شد. اگر مقصود اصلی از اسلام توحید بود و خداشناسی بود، این قضایا گم شدن. هزار واسطه حائل شد بین انسان ایرانی و خدا. گفت من نخواهم لطف حق با واسطه که هلاک خلق شد این رابطه. آقا خداشناسی این قهرمه حشو و زواهد نمیتونه داشته باشه. روشنگری در مغرب از همینجا آغاز شد که آقای لوتر آمد و آقا ما آخوند لازم نداریم برای رسیدن به خدا، ما بایستی ارتباطاتمون با خداوند بی واسطه ملا باشه. حذف کرد ملا رو از صحنه خداشناسی. ما برای اینکه به خدا برسیم، جعفر صادق، باقر مریض، نمیدونم اون کیکی، اون که انگور خورد، اون که سم خورد، اون که توی چاه رفت، بچه های اینا، آخوندها، یکی یکی ما باید دست اینا رو ببوسیم که قرار چه، مگه مقصود خدا نیست؟ اون که سرش رو بریدن، اون که جگرش از حلقش نمچی شد، این همه مسخره بازی برای خداپرستی واقعا. گم شدیم ما واقعا در این گیردار تاریخ. فکر هم نمی کنیم واقعا که مقصد چه بوده. آقا چیه داستان؟ اصلا مقصود کی بوده؟ چه بوده؟ اینا پارتی ها خدا هستن؟ اینا چه کاره خدا هستن؟ یکی دوتا هم نیستن. ما یکی یکی باید به اینا باهاش بگیم این ملت باستی سالها میلیون ها دلار هزینه اینا بکنه. شما ببینید، نگاه کنید، ببین آقای مملکت دائم تعطیله، یک ماه برای علی تعطیله. چه زیانی ملت باستی بابت این علی بده که عشقش کرده و نمیدونم 178 تا بچه درست کرده و نمیدونم 40-50 تاش مرده، بقیه‌ش هم مرده، چند سال هم خلافت کرده، هر چند دلش می‌خواسته آدم کشته و این حال ملت ایران باز سالی چند میلیون دلار خسارت اینو بده، وقتش رو تلف کنه، ذهنش رو خراب کنه بابت این. به خدا چه ربطی داره اینا؟ خود رسول در قرآنش میگه الاعراب اشد کفر و نفاق. اینا از همونا بودن. بعد حسین، بعد حسن، بعد حسین، بعد من چی میدونید خودتون دی، لازم نیست بنده بگم. اینا مزاحم جامعه بودن، اینا مزاحم خداشناسی هستن، اینا نفاق ایجاد کردن در کار دین، اینا فساد ایجاد کردن بین مسلمین به خاطر ادعاهای بزرگی که داشتن و کسی هم به اینا چیزی نمیداد جز خمس و زکات که میگرفتن. حکومت کسی به اینا نمیداد چون لیاقتش رو نداشتن، طرفدار هم نداشتن. اگه اینا به حکومت میرسیدن، بساط گدایی که امروز در اینا گستردن، همون روز این جعفر صادق گسترده میکرد. تمامی که به محضی که دستش رسید، یک فیلسوف در همه منطقه بود اینو فتوا داد اعدام کردن، دار کشید. جدا آیین گدایی رو اینا رایج کردن، رسم گدایی رو اینا رایج کردن. اینا چیزی نبودن، چیزی نمیدانستن، فضیلتی نداشتن. به خاطر همین هم از جامعه مسلمین اینا رو ترک کرده و نفی کرده. چی کاره هستن اینا در جهان؟ هیچ کاره هستن اینا در جهان. اگر اینا شخصیت های جهانی بودن و انسان های بزرگی بودن مثل سقراط و بودا و اینا، خب در جهان مطرح می شدن. خب این حقیقت، اگه مسلمان هم هستیم آقا بریم اسلام اصلش پیدا کنیم ببینیم چی بوده. خب اصلش محمد بوده و قرآنش، حرفایی که اون زده اصل اونجاست. این جنایاتی که در عراق امروز داره میشه، یک عکسی بنده دیروز دیدم، بم انداختن نمیدونم شیعیان در یک مدرسه سنی، 5 تا بچه بدبخت بچه مدرسه بودن، 15 ساله، تیکه تیکه خونشون، و یک دختری که زیر بغلش از روی خونه داشت رد میشد.
این فساد نیست؟ این جنایت نیست واقعا؟ اینها ما را از اندیشه های بزرگ باز داشته واقعا در طول این تاریخ. ما مردم بزرگی بودیم، کارهای بزرگ کردیم در این تاریخ، خدمات بزرگ کردیم به تاریخ جهان، امپراتوری بزرگ تشکیل دادیم. اینقدر نحیف و بدبخت شدیم که به سر خود میزنیم برای نمیدونم چی چیز حلی اصغر که آب نداشته. واقعا مایه نکبت این داستان ها خرافاته. پس بشینیم تعریف کنیم خرافات چیست. آقا اگر اینا خرافات نیست پس چه چیز خرافات است؟ این آخوندها مردم رو هرچه بیچاره تر، هرچه نزارتر، هرچه سفیه تر و هرچه بیسوادتر و خرافی تر میخواهند که حکومتشون بمانه، چون دکان اینها با این چیزها گرم میشه. آدم فرزانه که خریدار سخن آخون نیست. و راهش هم یاد گرفتن، یعنی هرچه فقر بیشتر میشه و محرومیت بیشتر میشه و ناکامی بیشتر میشه و هرچه انسان عاجزتر هست در یافتن چاره ای این دنیایی برای دردهای خودش، متوسل میشه به خرافات. وقتی دوای دردها شد در این جامعهش پیدا نمی کنه، آویزون میشه به حسین تشنه لب. آقا این حسین تشنه لب میتونست خودش به خودش کمک میکرد که به سر عموش سرش نباره خار و زارش کنه اونجوری. اگه خدا پشتیبانی بود کمکش میکرد، خب از یک جایی دست غیبی میامد کمکش میکرد که نمیدونم خولی و شم سرش نباره اونجوری خار و زارش کنن، لختش کنن بزن از دست و پا یابو. به خداشناسی ربطی نداره این داستان، به اسلام ربطی نداره. کجا پیش بینی شده در اسلام این داستان ها؟ خر دجال و ته چاه رو نمیدونم. ای دالی بیدارتون.